ایستاد و به جایی نچندان دور نگریست. به آرامی گفت: سه گرگ در کنار رودخانه میبینم، دارن شکاری را میدرند. همین که این سخنان از دهان او بیرون آمد، ناگهان دیبا جیغ بلندی کشید و به شتاب دوید و آزرمیدخت و نیکی در پی او روان شدند. درسا با ترس یادآوری کرد: گفتم ندوید ندوید. اما دیگر دیر شده بود و دو گرگ آنها را دیده بودند و در پی دیبا و دو دختر دیگر شتافتند. یوتاب با گام‌های بلند به سوی دیبا دوید و بین او و گرگ جای گرفت و با تازیانه‌ای که به کمر داشت محکم به زمین کوبید و او را از دیبا دور کرد. کوبه دوم تازیانه را به سر و کمر گرگ کوبید. صدای زوزه گرگ بلند شد و جستی به عقب زد و دندانهایش را نشان داد و با خشم غرید. یکی از گرگ ها به درسا حمله کرد و او با چوب دستی به کمرش زد و از خود دور کرد. گرگ دیگر با یوتاب درگیر شد و روی او پرید، ولی یوتاب دو سوی سر او را گرفت، چرخان و به زمین زد و پاهای نیرومندش را روی سینه او گذاشت و سخت فشرد. گرگ مأیوسانه تلاش کرد دستان یوتاب را از هم بدرد، ولی او زمان زیادی نیافت و یوتاب با خنجر گلوی گرگ را پاره کرد. در این هنگام گرگ سوم که بزرگتر از همه بود با خشم از پشت به یوتاب یورش برد و یوتاب تنها توانست گردن خود را به عقب بکشد، ولی برای اینکه ناخوش بود تراز خود را از دست داد و از پشت به زمین خورد و گرگ با جهشی به سوی او پرید. او ضربه سنگینی با پاشنه پا به سر گرگ زد و آن را از خود دور کرد، ولی گرگ با دهان خونین و خشمگین‌تر به سوی او پرید. او با همه توان سر بزرگ گرگ را از خود دور کرد و دو پای نیرومند خود را به دور کمر گرگ گره زد. گرگ سر خود را به چپ و راست حرکت داد و با خشم غرید و خواست گلوی خود را از میان پاها و دستان یوتاب بیرون بیاورد و بازوی او را به دهان بگیرد. صدای داد و فریاد آزرمیدخت، دیبا، نیکی از هر سو بلند شد. سرانجام گرگ بزرگ بازوی یوتاب را به دندان گرفت و نفس یوتاب از درد به شمارش افتاد و سوزش شدیدی در کتف چپش احساس کرد. گرگ با شتاب او را به این سو و آن سو کشید. یوتاب دلیرانه با خنجر به پشت کمر گرگ زد و او را زخمی و خشمگین تر کرد، ولی کوبه ها به اندازه بایسته نیرومند نبود و خون فراوانی از بازوی او جاری شد و همچنان با درد با گرگ نبرد کرد. او در همه عمرش آنقدر نترسیده بود. خنجرش را به زیر گلوی گرگ برد و با ناتوانی و لرزش خرخره او را برید. گرگ با زوزه آرام و نفس زنان همچنان که بازوی یوتاب را در دهان داشت، با سستی و لرزش ایستاد و با چشم‌های وحشت زده به چهره خشمگین یوتاب نگاه کرد و خون گلوی بریده او بر چهره و لباس‌های یوتاب جاری شد. من همان رود سرگشته در دشتم، چرخان و خروشان به دشتم، دوان و روان به سوی کوه سارم که تنها بر نوک آن به دنیا نگرم. من آن عقاب تیز چشم و تیز پروازم که عاشق و دلباخته آسمان و پروازم. من همان پهلوان شیرزن دلیرم که در شیدایی شیرین سرزمین اسیرم. نه از غول و درندگی ترس دارم،
نه از مردن و نیستی هراس دارم، هراسم نیست از نبرد خونین با گرگ، ولی ترس هست از دوست درون گرگ.